بچه داخل پوشه 14 من یه فایلی دارم به اسم utf8.txt. توی این جلسه به شما یه چیزی رو یاد میدم که پایتون خیلی قدرتمند هست، خیلی هم افتخار میکنه بهش که میتونه همه چیز رو به صورت utf8 در بیاره. utf8 یعنی unicode 8، که مثلا دیدید بعضی از سایت هایی که شما میرید، حالا ما سایت خودمون پارس کلیک، خب پارس کلیک اگر یونیکود نباشه نشون داده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تمام این مطلبایی که اینجا ببینید ما نوشتیم، مثلا اگر برم داخل انکودینگ ببینید که اینجا نوشته UTF-8، ببینید اگر بزنم چاینیز مثلا ببینید به صورت چی در میاره وبسایت رو. و این خب برای هر سایتی از سایت به سایت متفاوته. قدیما نمیدونم چند سال دارید با کامپیوتر کار میکنید، اینجوری بودش که باید خودتون میرفتید زبون رو بالا تغییر میدادید. اون موقع که ما براوزرمون اینترنت اکسپلورر بود، ولی الان میبینید که راحت UTF-8 وقتی میذارید خودش تشخیص میده که چی اینا به چه صورته. حالا ما توی این فایل یه چیزی ساخته ایم که توی حالا فیسبوک میبینید بعضی از این شکل‌ها درست میکنن که به صورت دو تا چشمه، بالاش دو تا ابروه، اینم 9.6 خودمونه به زبان فارسی. اگر UTF-8 نباشید اینو نشون نمیده. نتمینز خوشبختانه UTF-8 هست و این رو داریم نشون میدیم. ما میخوایم این فایل رو که UTF-8 در .txt هست به صورت HTML در بیاریم و اونو توی براوزر باز بکنیم ببینیم آیا همینو اینجوری نشون میده یا نه. نشون میده به خاطر اینکه ما میخوایم انکودش بکنیم، انکودینگش رو بذاریم توی UTF-8. داخل فایل container.py من میرم رو بزرگ بکنیم. داخل این فایل container.py من چیکار میکنم؟ میام اینجا داخل مین متدم این پرینت رو داشتم، درسته؟ اینو حذف میکنم. میام چیکار میکنم؟ میگم فایل این یا اف این، اون رو مساوی قرار میدم و چی؟ اوپن. فایلم رو میخوام باز بکنم. چه فایلی رو؟ utf8.txt. بعد یه ویرگول میذارم میگم چیکار بکن؟ R یعنی read، یعنی بخونش فقط. توی اوپن یه چیزی داریم، توی php هم داریم open read، و بعد چی؟ ویرگول encoding رو مساوی قرار بده با UTF-8. اما UTF-8 رو باید دقیقاً اینجوری بنویسید. حالا درسته که UTF-8 توی فایل دیدید همه جا میبینید اینجوری مینویسن، داش میذارن، یعنی حتی با کپیتال مینویسن. اما توی پایتون اگر میخواید چیزی رو تبدیل کنید باید به صورت UTF-8_8 قرار بدید. اما این پایان کار نیست. پایین میایم fout یا file out رو میگیم چیکار بکن؟ بیا اوپن بکن. یعنی فایل که خوندی این الان داره به صورت UTF-8 میخونه. یه فایل دیگه باز بکن. چی باز بکن؟ fout یعنی یه فایل دیگه باز بکن. یعنی یه فایل دیگه بساز اصلا. اوپن اگر نداشتید، اگر داشتید میخونه، فانکشن اوپن. اگر فایل رو داشتید میخونه، اگر نداشتید میسازه. چون ما فایل utf8.html رو نداریم میسازه برامون. نگاه بکنید نداریم اینجا. تو همین فولدر میسازه. بعد چی میگیم؟ W write read write. وقتی read میگید یعنی برو بخون، وقتی write میگید برو بنویس. این توی PHP خیلی کامپلکس، ولی ببینید توی پایتون چقدر راحته. بعد میگم چیکار بکن؟ توی این قسمت این فایل رو درست کردی، روش توش بن، روش بن، یعنی توش داخلش بنویس. حالا چی بنویس؟ out bytes. out bytes یه فانکشنیه. بذارید من out bytes رو مساوی قرار بدم. یه وریبلیه که من byte array رو assign میکنم بهش. byte array یه فانکشنی هستش که من اگه روش کلیک بکنم اینجا چیزی رو نشون نمیده. اما byte array رو میتونید برید documentation رو بخونید. فقط فعلا تحمل بکنید تا ما این رو مینویسیم با هم دیگه. بعد میگیم چی؟ یه پایین برای هر line داخل فایل utf.txt دوباره یه دونه ایتریت دیگه میکنه. برای هر کرکتر داخل لاین که ساختی میره از این فور میره چی؟ فایل باز میکنه، دونه دونه میخونه، برای هر کدومش یه دونه لاین درست میکنه. بخاطر من نوشتم لاین یعنی خط. حالا برای هر کرکتر داخل لاینمون یا چیکار بکن؟ اگر ORD چه فانکشنیه؟ نگاه بکنید من روش میرم اینجا ORD داکیومنتشنش رو نوشته given a string of length once return an integer representing the unicode code
point of the character when the argument is Unicode object. یعنی میگه چیکار میکنه این ORD برای شما؟ میگه یه string رو لنتش رو به شما میگیره و یه integer رو return میکنه. مثلا اینجا نوشته u backslash u 2020 میبینید و نوشته integer 97. integer 97 دقیقا اینجوری نوشته میشه، کدش اینه backslash u 2020. این ORD این کار میکنه. بعد میگیم چی؟ برای هر کرکتر اون ORDش رو بگیر و اگر بزرگتر از 127 بود، یعنی 128 بود، چون ما 128 بیت داریم دیگه، بیت یا بایت داریم، نگاه بکنید میگیم چیکار بکن؟ out byte رو مساوی قرار بده، پلاس مساوی قرار بده با بایت، و اینجا بنویس چی؟ با اینه که اینجاست که جادو انجام میشه. حالا اینو الان توضیح نمیدم چون واقعا گیج میشید، ولی حتما بهتون توضیح میدم تا پایان این درس، تا پایان این کورس. نگاه بکنید اینجا ما اینا یونیکود ها اینجوری هم دیگه، دیدید که من رو ORD رفتم، نگاه بکنید بهت همینجا معلوم میشه. نگاه بکنید یه بار دیگه روش برم، نوشته بالا اینتیجر 97. خب من وقتی از روی میرم برداشته میشه، بالا دیدید که نوشته اینتیجر 97، بعد نوشته ORD، بعد نوشته U، بعد backslash 2020. خب اما اینجا ما یه اند میذاریم، یه دونه هش میذاریم، به جای این 0000 میذاریم چی؟ بذارید من این 0000 به جاش چیکار میکنم؟ یه گیومه باز و بسته میکنم اینجا و به توش مینویسم نقطه 04D که این یونیکود انکود UTF-8 هستش. بعد چی؟ نقطه فرمت، بالا هم یه چیزی اضافه شد، من باید این رو حذف بکنم. بعد از فرمت میگیم ORD رو بذار و ORD کرکتر رو. بعد بیا پایین چیکار بکن؟ وگرنه out bytes append کن بهش ORD رو و ORD برای هر کرکترش اپندش بکن. و آخرش هم میگیم چیکار بکن؟ یه دونه string دیگه بساز به نام out string و بعد مسابقه قرار بده با string out bytes ویرگول و اینجا بگو که encoding منظورمه و آن رو مسابقه قرار بده با UTF-8. پس این encodingش هم اینجا قرار دارم. حالا من بعد اینجا هم یه UTF-8 بذارم فلان، بذارید رو تمام کنم، print out str و فایل رو چیکار بکنم؟ مسابقه قرار بده با fout. این رو میگه اینجا اشتباهه، ولی خب اشتباه نیست. حالا بریم پایین، من این رو پرینت بکنم و به جاش دیگه فقط بگم string رو نشون بده و پایین هم بگم کلمه done رو نشون بده که نشون داد، میگم بیا اینجا این بایت رو هم درست بکنیم. من ایراد داشتم اینجا، اینم آخرش یه encoding رو باید بذارم، اینو حذف کنم از بالا، اینو بیارم بالا، اینجا هم یه دونه encoding رو اضافه بکنم. این کدینگ مساوی با UTF-8. خب این الان چیکار میکنه؟ من ران بکنم، ران میشه. اینجا کاری که کرده فایل خونده، اون چیزایی که ما درست کردیم و به صورت ORD در آورده، برای هر کرکتری میبینید به صورت ORD اینا در آورده. این ORD رو فهمیدید که چیه، فانکشن چیه، میبینید که نوشته خودش بالا توضیح داده. بعد اینا رو که به صورت ORD در آورده، اون 9 و 6، این 9 بود این 6 بود که اینجاست، میبینید این 6 و 9، این پرانتز رو به صورت پرانتز نشون داده. خب پرانتز ORDش همون پرانتزه، اما برای هر کدوم از این کاراکترها 1 و 2 و میبینید 3 و 4، این چیزی که من اینجا نوشتم که از فرمت ORDC گرفته گذاشته داخل این، اینا همون اند داش و این عددها هستن. خب حالا من این رو ران کردم، بیام توی نت میز ریفرش بدونه که بزنید، نوشته utf8.html. این فایل رو ساخت، من این رو باز بکنم، اینجا میبینید که این داره اینجوری نشون میده، میبینید این فایل رو و همون چیزی که داره اینجا نشون میده اونجا هم داره نشون میده. اما من برم این رو توی براوزر باز بکنم، یعنی بریم البته اینجا کجا رفت اینا، خب اینجا برگردیم بریم توی اکسرسایز فایل هامون
بریم توی 14 بریم توی HTML. نگاه بکنید اینو الان توی براوزر همونجوری داره نشون میده. خب این چیزی که من به شما یاد دادم احتیاج نداره الان شما یاد بگیرید، به خاطر اینکه تمام این کارهایی که من کردم قدیمیه و شما فقط میخوام چند تا چیز اینجوری بفهمید که ما با این چیزهایی که تا حالا یاد گرفتیم میتونیم یه همچین چیزی درست بکنیم. و شما به خاطر این میگم که به این احتیاج ندارید که دیگه الان همه براوزرها این رو تشخیص میدن. اما اگر ببینید UTFش مثلا بود، انکودینگش رو میذاشتیم مثلا روی وسترن ویندوز، خب ببینید که باز هم به همون صورت نشون میده. برم روی انکودینگ آتو دیتکت رو بردارم، بعد برم روی مثلا وسترن ایزو، همون جوریه. باز میبینید که به خاطر اینه که میگم قدیمیه، میبینید باز هم همون جوری داره نشون میده. و این خیلی توسط براوزرها چی شده؟ گرفته شده. ولی اگر یونیکود نشته باشه میبینید به صورت خرچنگ قورباغه اینجا نشون میده. این کاری که شما با پایتون میتونید انجام بدید خیلی پاورفول هست و خیلی خوب هستش که شما دیگه دید رو انجام بدید. حالا تمام اینا برداشته شده توی براوزرها، یونیکود 16LE ایزو و خیلیاش خیلی زیاد بود. حالا ما UTF-8 داریم. UTF-8 چیکار میکنه؟ تمام این زبان‌ها رو تو خودش جا داده، تشخیص میده کدوم یونیکود رو کدوم کجا احتیاج دارید. بذارید بریم چاینیز وبسایت، توی وبسایت چاینیز نگاه بکنید. من توی وبسایت چاینیز هستم، خب چاینیز تاپ 100. بعد اگر ما برم داخل این یونیکود رو نگاه بکنم ببینید که آوتو دیتکت دیگه روی UTF-8 نیست، روی چاینیز سیمپلیفاید هست.